والی نورستان از یک حمله مسلحانه در کابل جان سالم بدر برد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال را سابسکرایب نمایید. والی نورستان از یک حمله مسلحانه در کابل جان سالم بدر برد. با نقل از اطلاعات روز، مسئولان امنیتی در ولایت کابل میگویند که حافظ عبدالقیوم والی نورستان از یک حمله مسلحانه در ولسوالی سروبی کابل جان سالم بدر برده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، بر رزنامه اطلاعات روز گفت که این رویداد حوالی 6:30 دقیقه صبح امروز یکشنبه اول سرطان در شاهراه کابل ننگرهار در ساحه مارو ولسوالی سروبی رخ داده است. او افزود که در نتیجه این حمله یک محافظ والی نورستان کشته و یک محافظ دیگرش می شده است. در همین حال حافظ عبدالقیوم در یک پیام ویدیویی گفته است که در تیر اندازی متقابل در این حمله تلفات بر حمله کنندگان نیز وارد شده است. او این حمله را بزدلانه خوانده است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل نیز گفت که در پیوند به این رویداد 4 نفر با 1 میل سلاح نوع کلاشینکوف بازداشت شده اند. او افزود که تحقیقات از آنان در پیوند به این رویداد جریان دارد. تا کنون شخص و یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در عین حال 3 سرباز پلیس محلی در یک انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولایت بادغیز کشته شده اند. منابع امنیتی در ولایت بادغیز می گویند که در نتیجه انفجار یک حلقه ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی مقر این ولایت 3 سرباز پلیس محلی کشته شده اند. یک منبع معتبر امنیتی در بادغیز که خواست نامی از وی برده نشود، بر رزنامه اطلاعات روز گفت که این رویداد امروز شنبه 31 جوزا در منطقه موسوم به خارستان ولسوالی مقر هنگامی رخ داده است که نیروهای پلیس محلی بالعینا و مرکز ولایت بادغیز در حرکت بوده اند. این منبع امنیتی همچنان گفت که در این رویداد 3 سرباز پلیس محلی نیز زخمی شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند. فرد و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. اما این منبع می گوید که ماین های کنار جاده‌ای از سوی جنگجویان گروه طالبان به منظور هدف قرار دادن نیروهای دولتی کارگزاری می شود. گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. مقر یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های بادغیز در غرب کشور شمرده می شود. در عین حال رزنامه اطلاعات روز می نویسد در انفجاری در کابل 2 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده اند. مسئولان امنیتی در ولایت کابل تایید می کنند که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی ولایت پغمان این ولایت 2 غیر نظامی کشته شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، بر رزنامه اطلاعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت 2:20 پس از چاشت جمعه 3 جوزا در ساحه عینوی ولسوالی پغمان رخ داده است. به گفته او، یکی از 2 کشته این رویداد یک خانم بوده است. آقای فرامرز افزود که 6 نفر دیگر نیز در این انفجار زخمی شده اند. به گفته او، این رویداد ناشی از انفجار یک حلقه ماین کنار جاده‌ای بر موتر نوع لند کروزر حامل این افراد بوده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروه به عهده نگرفته است. با تشکر که تا آخری این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، چینل یوتیوب و کانال دیلی پرست را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.